همونطور که تو درس اول گفتم خدمتتون، یکی از مهمترین کارهایی که شما باید تو اصلاح رنگ انجام بدین درست کردن سوتی هاست. یعنی مثلا الان این پلان با این پلان اصلا نمیخونه رنگش و نورش، یا مثلا باز اینا همینطور که شما میبینین یه دست نیستن و شما باید در واقع اینا رو تو اصلاح رنگ یه دستشون بکنین. این نکته رو بگم که این مسئله یکسانه چه شما توی هالیوود کار بکنین چه توی ایران. سوتی اینجوری استش که شما بگین توی هالیوود اتفاق نمیفته. سر این کار ما از دوربین پاناویژن استفاده کردیم که این دوربین هست و این دوربین همراه باش 800 کیلوگرم تجهیزات میدن به شما. خود اون شرکت این کار رو انجام چه بخواین چه نخواین، یعنی حتی که شما نخواین اینا رو هم تحویل بگیرین به زور بهتون میدن. اگرم گم و گورشون بکنی خیلی هم خوشحال میشن چون از بیمه میتونن پولشو بگیرن. یعنی که شما یه لشکر آدم باید ببرین اونجا تحویل بگیره تجهیزاتو، یه لشکر هم آدم باید فر صحنه داشته باشید که اینا رو تخلیه بکنه. یه دونه دوربین یه تن وسایل همراش. اینه که اینجوری نیستش که مثلا شما بگیم حالا تیمی که داشتن کار میکردن چیز نبودن، یا مثلا نگاتیوی که استفاده شده نگاتیو کوداک بوده که بهترین چیزی که تو دنیا هست، یا جایی که اینو ظهور کردن فوتوکم بود که بهترین لابراتواری که توی هالیوود هست، این جایی که اینجا از همه مشهورتره. اینی که شما اصلا فکر نکنین که آی من تو ایران دارم کار میکنم بعد مثلا چنم این شاتو با این شات چیز کنم، این چرا اینقدر اختلاف دارن، یا مثلا لابراتوارای ما خیلی افتضاحن یا فلانن. آره مسلما لابراتواری که تو هالیوود داره کار میکنه دم در دیزنی، دقیقاً در ورودیش روبروی در دیزنیه، خب مسلما یه خورده بهتر هست. ولی اینجوری نیستش که مثلا شما بگید اصلا سوتی نمیدن، اصلا هیچ اتفاق مثلا غیر قابل پیش بینی نمیفته. اینه که خلاصه این چیزی که همراه شما خواهد بود هر جای دنیا که برید. حالا چجوری میشه درستش کرد؟ فکر کنم بنز کافی من زنجیره زدم دیگه بریم سراغ کار. این تصویر ما خب خیلی قرمزه، مسلما مشخص خیلی توش چیز قرمز هست. من اینجا برای اینکه اینا رو کم بکنم میتونم بیام یه خورده بگم خب مثلا فرض کنید شما از این ماجنتا و قرمز کم بکن که خب حالا تصویر یه خود بهتر میشه و یه ذره رنگش چیزتر میشه، یه کمی سبز میشه که اشکال نداره، زیاد مشکلی نیست. مثلا عمدن خودم ممکنه یه خورده این تصویر رو بخوام سبز بکنم. اینجا ما الان سایه هامون رو هل میدیم به سمت یه خورده مثلا خود سایان و در واقع آبی سایان، این چیزی که شما تو فیلم ها خیلی زیاد میبینین، این توی تیرگی ها سبز و سایان خیلی زیاده. من میتون ها که رنگ های پوست، رنگ پوست و اینا هم هستش، من یه خورده میبرم به سمت نارنجی و زرد و قرمز. حالا اینجا هم میام تو اکسپوژر کنتراست هم یه ذره بیشتر میکنم. و حالا الان شما میبینید سایه‌ای که اینجا هست طبیعتاً راحت‌تر مچ میشه با سایه‌ای که اینجا هستش. البته باز اینجا صورتش خیلی تاریکه، ولی خب اون پلان هم من باید روش کار بکنم، اینم باز همینطور. ولی بهتر که یه جورایی هم اینو به اون نزدیک بکنم هم اونو به این. خب اینم من یه کمی هم باز حتی تیره ترش میکنم، بازم یه خورده بیشتر. شما میبینید گرین این نگاتیو تو تیرگی ها قشنگ داره وول میزنه، یعنی این گرینه تو چشم بازی میکنه قشنگ با چشما که هیچی، با لبای آدم هم بازی میکنه. این حالا دیگه چی کار میشه باش کرد؟ من فکرم شما میتونید حدس بزنید، من زیاد با نگاتیو رابطم خوب نیست، خیلی اذیت میکنه توی کار بنابرای 10 دلیل. احتمالا خیلی الان صداشون در میاد اونه که طرفدار نگاتیو هم که نه خیلی هم خوبه، ما که خاطر خوبی ازش نداریم. حالا اینجا من ممکنه بگم که میخوام میتونم یه ذره رنگش رو بیشتر بکنم و ممکنه باز بگم تو کالر بگم حالا حتی یه خورد آبی سایانای منو بیشتر بکن، شدیدتر بکن. علتش هم اینه که این دوتا رنگ مکمل همه، نارنجی و آبی سایان با هم مکمل همه. اگه بیام توی
این اینجا نشونتون بدم تو وکتورسکوپ، دقیقا سایان با رنگ پوست تقریبا دقیقا توی عکس همه، و شما اگر توی تصویرتون سایان اضافه بکنید باعث میشه که تصویر یه خورده برای بیننده جذابتر بشه، چون دوتا رنگ مکمل دارن با هم در واقع توی تصویر دیده میشن. خب اوکی، اینجا بیایم ببینیم دیگه چیکار میشه کرد. یه سرم من تیره ترش میکنم چیزی، و الان باز یه کمی هم اینو تو باش بازی بکنیم. همونطور که شما الان داریم میبینین کاملا تصویر من بالانس نیست، خیلی بیشتر توش سایان و یلو و صورتی و اورنج و اینا، یعنی نارنجی و صورتی و اینا داره، ولی اوکیه کاملا، من اصلا مشکلی ندارم، دلیلی هم نداره که ماجنتا الان اینجا اضافه بکنم. درسته که گرین هست تصویر، خیلی قرمز ببخشید سبز شده، ولی من اصولا مشکلی با این قضیه ندارم. میتونم من یه ذره اینو بیارم بالاتر، یه کوچولو، یه نمه کمترش بکنم. خب ما میتونیم تصویر اینو ببینیم قبل و بعدش رو، کامنت هفته میزنم فول اسکرین بشه. ما از اینجا رسیدیم به اینجا الان توی این تصویر، باز میشه کلی هم بهترش کرد، یعنی این تازه مرحله اولشه و کار چیز اولیه که ما با هم انجام دادیم. من میتونم فرضاً بیام اینجا یه اصلاح رنگ دیگه اضافه بکنم. یکی از چیزهایی که شما دارید خیلی خوبه، حالا غیر از اینکه این ماسکا رو شما میتونید اضافه بکنید، من میتونم اینجا بیام بگم خب حالا یه دونه ماسک یا صورت رابط اضافه بکن. اینی که شما میتونید چند تا ماسک داشته باشید، شما میتونید یه ماسک اینجا داشته باشید، میتونید دوباره یه ادشیپ ماسک رو بزنید، یه دونه هم اینجا اضافه بکنید. علتش چیه؟ علتش اینه که میخوام رنگ پوست درست حفظ بشه. من میخوام بیام اینجا بگم که رنگ پوستا دقیقا همون چیزی باشن که توی رنگ پوست باید باشه. من میام اینجا دوباره میتونا رو یه ذره بیشتر نارنجی زرد میکنم، یه کوچولو، و حالا آتساید این ماسک ها من دقیقا برعکسش عمل میکنم، میگم که هر چی خارج از اینا هست ببخشید یه خورده توش، دقیقا من میام همین رنگ و معکوسش رو اینجا اضافه میکنم، میگم دقیقا رنگ برعکسش رو برمان درست بکن، که باعث میشه کاملا اینا خیلی بزنه بیرون از تصویر رو، قشنگ کنده بشه اینا راحت دیده بشه. این از این. الان شما، حالا باز میگم میشه بیشتر روی این تصویر کار کرد، باز میشه بیشتر وقت گذاشت روش. در این حال اگر همونطور که گفتم خدمتتون نخواستید شما ببینید این ماسکا رو روی تصویر، میتونید روش یه تکلیف بکنید و آف میشه. خب طبیعتا الان من اگه افکتم رو روشن خاموش بکنم خیلی بهتر شد از قبلش، البته نمیدونم این نظر منه، ممکنه شما بگید نه خیلی هم بهتر نشد، و مشکلاتی هم که داشت مثل خیلی قرمز بودن و اینا حل شد و از بین رفت و دیگه ما اون معضلات و مشکلات رو الان نداریم. یکی از موضوعات مهمی که هست اینه که شما قاعدتا اگر یه همچین حرکتی بکنید بعد کی فریم بزنید و این ماسکا رو جابجا بکنید توی تصویرتون. مثلا اینجا من باید یه کی فریم بزنم، سر رابرت که تغییر میکنه جاش، باید دور بیارم اینو اینجا جابجاش بکنم و یه همچین کارهایی انجام بدم که در واقع این ماسک تکون بخوره با سرش جا نمونه. خب این یه موردی بود که گفتم بد نیست با هم ببینیم. اینجا یه نمونه دیگه ما داریم که فکر کنم خیلی مشخص باشه، قشنگ یکی از تصویرهای افتضاح ماست که باز با اصلاح رنگ میشه بهترش کرد. اینجاییه که این بازیگر ما میره پایین و چند تا چیپس دوریتوس میخوره. اگر ما اینجا بیایم اول از همه
این تصویر خوشبختانه دیگه اون مشکل زیاد قرمز بودن رو نداره. من فقط اول میام از کنتراست شروع میکنم، تصویرم رو تیره تر میکنم در درجه اول، ذره میتونم رو روشن تر میکنم و الان ای بدک نیست دیگه، خود بهتر شد. ولی خب فقط موضوع این مشکل نیست، چند تا مشکل دیگه تو این تصویر هست. این میله اینجا خیلی بده، یعنی که قرار به زیر میز باشه و من میتونم اینجا بیام بگم که تو تیرگی ها، تو سیاهی ها برای من یه ذره سبز و سایان اضافه کن. دوباره مثل اون تصویر قبلی و توی میتون ها دقیقا بلکس رنگ نارنج قرمز اضافه کن و اینجا دقیقا جایی که مشخص میشه من نباید این کار اینجا انجام بدم، بهتره که توی یه سکندری در واقع این کار رو انجام بدم. حالا من یه ذره اینجا ممکنه اینو بیارم بالاتر، ولی حالا من میتونم بیام بگم یه دونه اصلا رنگی دیگه من اضافه میکنم اینجا، ماسک واسش درست میکنم، این ماسک رو من میذارم جایی که صورت بازیگرم هست و حالا اینجا من میگم توی این کانال خارج از این ماسک هر چیزی که هست شما بردار، قشنگ سایان اضافه کن بهش، خیلی شیک و خوب، خیلی زیاد. بذارم ماسک رو کوچکتر کنم. حالا داخل ماسک هم این ساید ماسک این تون ها رو بردار، نارنج زردش رو بکن الان بدک نشد، نمیتونم بگم خیلی هم خوب ولی طبیعتا بدن نیست، بهتر از اون چیزی که قبلش بود. خب حالا چند تا مشکل هست، یکی این که من میتونم بیام دوباره همونجور که توی درس قبل دیدیم یه موشن بلار، یه ببخشید گاژین بلار اضافه بکنه، بیام اینجا به این گاژین بلار بگم که یه فیلتر ماسک، یه ماسک اضافه کن. حالا اینجا این ماسک رو دوباره من بیارم جایی که تأکید میخوام تصویر باشه، به طور مثال اینجا حالا دقیقا من میخوام عکسش استفاده بشه، این ماسک منه، میخوام کاملا جایی تاثیر بذاره که این ماسک نیست. حالا خیلی زیاده، من مثلا میذارم روی 8 مثلا شاید بد نباشه، بلو بوستش هم یه ذره بیشتر میکنم. باز میتونم بیام اینجا توی این قسمت ماسکم، توی ماسک یه ذره کنتراست رو من بیشتر بکنم، ذره نور رو بیشتر بکنم، خارج از ماسک یه ذره تیره تر بشه و حالا باز میتونم یه اصلا گاژن بلار دیگه هم باز نسبت بدم، اینجا یه جور دیگه اصلا استفاده بکنم. حالا این نفر ازش بیام بگم که این بیلبیلکی که اینجا هست خیلی تو ذوق میزنه، اینو شما لطف بکن یه ماسک شیپ بذار روش فدرش هم من یه ذره کم کنم و خود اینم باز یه ذره کم تر کنم. در این حال باز من اینم میتونم یه ذره تیره تر بکنم با یه اصلاح رنگ دیگه،
اینو بیارم باز دوباره این همین کار دوباره یه ماسک براش درست بکنم. چی شد فکر کنم نه اشتباه شد درست بکنم درست نکرد برنامه اصلاح رنگو اینجاست در واقع میانش با این بالا. این ترتیب اینا مهم هست، از بالا به پایین اولین چیزی که شما اینجا میذارین تاثیر اولیه رو میذاره، بعد دومی روی قبلی و خودش تاثیر میذاره و روی قبلی و همینطوری الاخر. من اینجا باز میام یه شیپ مست میزنم تا همونطور که شما میبینید خیلی سنگین میشه. هر چقدر من طبیعتاً از این فیلتر رو بیشتر استفاده بکنم بیشترشون بکنم بیشتر به سیستم فشار میاد و بیشتر سیستم کنتر میشه. خب حالا اینجا تو اکسپوژر من میام بگم یکی تیره ترم هست و بیشتر شبیه بکران میخوام بکنمش که اصلا دیده نشه. اوکی حالا الان شما تصویری دارید که ببندم من همینا رو یه خورده بهتر از قبله. یعنی من اگه اینجا افکت رو آن و آف بکنم تمام تاکید ما الان روی خوردن این چیپسه و محصول ما که این دوریتوس خیلی خوب داره دیده میشه و کاملا تو چشمه و بقیه چیزایی هم که اینجا مهم نیستن مثل مثلا لباسش و اینا زیاد دیگه دیده نمیشن. اینم یکی از دوتا از موارد عملی که گفتم شاید بد نباشه شما نحوه استفادهش توی کار رو هم ببینید.